سریال ترکیه داستان جزیره قسمت دهم. هاکان که با شیشه بطری که شکسته است حاضران را تهدید می کند می گوید باید تقاص کارت رو پس بدی. در حالی که حاضران فریاد می زند پوی را صدایش را می شنود. نگران و رنگ پریده به حاضران و بطری شکسته در دست هاکان نگاه می کند و می ترسد هاکان حاضران را زخمی کند. هاکان می گوید تو خیلی عاشق این دختر هستی؟ اگه نبودی چرا دوست دوران بچگیت رو حذف کردی ولی حاضران رو بخشیدی؟ پویراز برای آرام کردن هاکان می گوید من حاضران را نبخشیدم، او هم از این جزیره خواهد رفت. با کشمکش هایی که بین آنها پیش می آید حاضران هاکان را هل می دهد که فرار کند، اما دستش زخمی می شود. پویراز نیز در دفاع از حاضران پایش با بطری و دست هاکان نیز زخمی می شود. زینب در حال نوشتن لیست مهمان های عروسیش می باشد. سلما می گوید هنوز حاضران رضایت نداده است. دومم بین این همه مشکلات دخترت نشستی و به عشق قدیمیت فکر می کنی؟ زینب می گوید ازدواج من و لطیف برای حاضران نیز خوب خواهد بود و حمایت شهردارا خواهد داشت. سلما می گوید می دونی که حتی حاضران رضایت بده ایدل راضی به این ازدواج نمی شود و دومن حاضران حمایت لطیف رو قبول نمی کند. سلما و زینب از زخمی شدن حاضران خبردار می شوند و با عجله به بیمارستان می روند. بیرجیک به آلپر گیر داده است که برایش نامه عاشقانه بنویسد. آلپر که اصلا توی این موارد دستی ندارد می گوید برات مدرن‌تر احساساتم رو بیان می کنم. ملیسا اونجا ایستاده و با دیدن قیافه آلپر خندش گرفته است. آلپر شعری برای بیرجیک می خواند. ملیسا می گوید این همون شعری نیست که دوران مدرسه روز مادر خوندی؟ آلپر توی ذوقش می خورد. انتظار نداشت ملیسا این را به یاد بیاورد. خبر زخمی شدن پویراز و حاضران به آنها نیز می رسد و همگی به بیمارستان می روند. پویراز و حاضران که خیلی نگران حال یکدیگر شده اند هر کدام در اتاقی مشغول بخیه شدن و پانسمان هستند، اما آرام و قراری در دل ندارند تا از حال همدیگر خبردار شوند. عشق چیز عجیبیه، واقعا حسی ناگفتنی و عجیب که نمیتونی فرار کنی و نه انگار درمانی دارد و نه بهبودی. با وجود نگرانی و عشق زیاد که در وجود هر دوی آنها موج میزند، اما با لجبازی این نگرانی را به دلیل دلخوری هایی که از هم دارند انکار میکنند. در این هنگام دوستان پویراز و مادر بزرگش و همچنین خانواده حاضران سر میرسند و البته ایدل حسود. بین زینب و آلیه درگیری لفظی پیش می آید و بیمارستان نیز میدان جنگ آنها می شود. توی این اوضاع نابسامان گورکم برای تلافی از حاضران مدام ملیسا را تحریک می کند تا به بیرجیک حسادت کند. او می خواهد با نمایان کردن علاقه ملیسا به پویراز دل بیرجیک را بشکند. پویراز در افکارش غرق شده است و متوجه حضور ایدل نیست. ایدل او را می‌بیند و می‌داند تمام ذهن پویراز را حاضران گرفته است. او به آلیه می‌گوید پویراز هنوز به حاضران فکر می‌کند. بعد از اون همه اتفاق هنوز هم او را دوست دارد. آلیه تسلای خاطر ایدل می‌شود و می‌گوید صبور باش. پویراز هرگز بار دیگر به حاضران اعتماد نمی‌کند. اما نمی‌داند عشق همیشه در درون یک آدم و قلبش انقلاب می‌کند و حتی یک حکومت را برمی‌اندازد. زینب و لطیف قصد دارند بدون اجازه و رضایت ایدل و حاضران عقد کنند و ماجرا در هتل به جاهای جالبی رسیده است. شخصی ثروتمند با هتل تماس گرفته است و برای تعطیلات می‌خواهد به جزیره بیاید. اما قبل از آمدن از بزرگترین اتاق هتل عکسی می خواهد. حالا این شخص کیست؟ به نظر می رسد که آشنا باشد، اما حاضران خبر ندارد. اسم این شخص باتومی باشد و با هماهنگی زینب مادر حاضران به این جزیره می آید. حاضران که از ماجرا خبر ندارد
قضیه آمدن آن شخص را با پویراز در میان می گذارد. آلیه هنوز هم دست از اذیت کردن حاضران بر نمی دارد و تلاش می کند صادق را راضی کند که صاحب خانه حاضران او را از آنجا بیرون کند. لجبازی آلیه و نفرتش از حاضران تمام نمی شود و مصمم است که حاضران و مادرش را از این جزیره بیرون کند. لطیف و زینب با هم به هتل می روند و به ایدل نیز خبر می دهند که در هتل باشد، که می خواهند همزمان خبر عقدشان را به دخترها بدهند. حاضران می گوید من این عقد را تایید نمی کنم و ایدل نیز با نارضایتی از آنجا خارج می شود. حاضران به مادرش می گوید تو به خاطر پول این آدم می خواهی با اون ازدواج کنی. اگه کارت نابود نمی شد هرگز اینجا نمی موندی. زینب می گوید خیر، دیگه برای موندنم دلیل دارم و لباس عروسیم رو نیز سفارش دادم. حاضران می گوید که من اجازه نمی دهم در هتل من مراسم بگیری. سریال ترکیه جزیره قسمت 11. با تو وارد مجلس عروسی می شود و دست حاضران را برای رقصیدن می گیرد. حاضران که از آمدن با تو شوکه شده است و با نگرانی به پویراز نگاه می کند، با تو در ذهنش افکار دیگر و در ظاهر رفتار دیگری دارد. این مرد چه می خواهد و هدفش چیست؟ با تو با خود میگوید من بزرگترین دشمن شما و در این حال بهترین دوست شما خواهم بود. با تو که دست حاضران را گرفته است، پویراز نگاهش زرد می شود. ایدل که همیشه دنبال یک فرصت است که خود را به پویراز نزدیک کند، به پویراز پیشنهاد رقصیدن می دهد. پویراز و حاضران به هم دیگر زل زدند. ذهن پویراز درگیر و چهرهش نگران است. انگار قلبش به خاطر ترس از دست دادن حاضران نگران است. حاضران نیز نگران از برداشت پویراز هراسان است. با تو به پویراز سلام می کند و از پویراز به خاطر وسواس هایی که برای اتاق هتل به خرج داده بود معذرت خواهی می کند. پویراز و حاضران قدم زنان به سمت خانه می روند. حاضران می گوید با تو یکی از دوستان قدیمی منه. همین. پویراز خیلی ناراحت شده است اما به روی خودش نمی آورد و می گوید برام مهم نیست، نمی خوام در موردش حرف بزنم. حاضران می گوید من خبر نداشتم، مادرم دعوتش کرده است. پویراز واقعا آدم تودار و سرسختی است. قلبش شکسته اما لب تا کام حرفی نمی زند. وقتی حاضران به داخل خانه می رود، پویراز گردنبندی را که حرف اول حاضران را که خریده بود از جیبش در می آورد و در کنار سطل آشغال پرت می کند. ایدل تنها کنار دریا روی نیمکتی نشسته است. سکوت شب، صدای دریا و یک دنیا تنهایی. دیگو دوست ایدل می آید و می گوید ایدل تو کجای همه جا دنبالت گشتیم؟ ایدل در حالی که بغض گلویش را پر کرده است و چشمانش از تنهایی پر است می گوید فقط تو نگرانم بودی، هیچ کسی بودن یا نبودنم را حس نمی کند. عشق و بغضش این حس تنهایی را همراهی می کند و می گوید من 20 سال منتظرش بودم. چی 20 سال منتظر کسی می مونه؟ اما دیگر از این خواب بودن و وانمود کردن، از بد بودن و همه این بازی ها خسته شدم. من از همه دست می کشم. او دیگر عاشق حاضران است و من خودم را فقط گول می زنم. حاضران خواب پویراز را میبیند که با گردنبند پیش پویراز میرود و به او میگوید دوستش دارد، اما این فقط یک خواب شیرین بود. حاضران از خواب بیدار میشود و با عجله به خانه پویراز میرود. او میخواهد به پویراز بگوید که چرا این گردنبند را دور انداخته بودی، اما منصرف میشود و به پویراز میگوید تو ذهن منو آشفته میکنی. با تو در مقابل پویراز حاضران را برای نهار و قهوه دعوت می کند تا
تا پویراز را عصبانی کند. حاضران دنبال پویراز می رود و می گوید چرا توی صورتم نگاه نمی کنی؟ چرا نگام نمی کنی اصلا؟ از اینکه پویراز هیچ سؤالی نمی پرسد عصبی نیست و یا احساسات واقعیش را بروز نمی دهد. حاضران کلاف است. با تو در جزیره راه افتاده است، انگار سعی می کند محبت همه را به خودش جلب کند. این آدم چه نیتی دارد و چه می‌خواهد فعلا کسی خبر ندارد. با تو با زینب در ساحل کنار هتل قرار ملاقات می‌گذارد. با تو خیلی لحن آرام دارد و خیلی صمیمی رفتار می‌کند. زینب از این رفتار با تو خوشش نمی‌آید و می‌گوید من و تو کی اینقدر صمیمی شده ایم؟ با تو می‌گوید از اونجا که نقشه‌های مرموزانه‌ای قرار است با هم بکشیم. زینب می‌خواهد حاضران را از پویراز دور کند و از باتو کمک می‌خواهد، اما این کمک بدون چشم داشت نیست. باتو در قبالش چیزی می‌خواهد که زینب از شنیدنش متعجب می‌شود. به خاطر عروسی دیشب بیرجیک خواب مانده است و خسته است. ملیسا از نهیر می‌خواهد 2 ساعتی در مغازه بماند تا به دبیرستان جزیره پیش آلپر برود. گویا آلپر سپرایزی آماده کرده است. آلپر به ملیسا میگوید مدیر مدرسه از من خواسته بود که یه سر و سامانی به مدرسه بدهم و دیوارهایش را رنگ کنم. با رفتن ملیسا به مدرسه تمام خاطرات کودکیشان را که پشت این نیمکت ها گذرانده بودند را به یاد می آورند. فرض کن با دوستت بعد از 20 سال پشت نیمکتی بشینی که تمام خاطرات کودکیت و نوجوانیت را به یاد می آورد. مثل یک خواب و رویای عجیبه که بیان حسش اصلا آسان نیست. آلپر به ملیسا اعتراف می کند ملیسا یادت همیشه وقتی بارون می اومد سر کلاس به پنجره ها خیره می شدی؟ نیمکت من درست پشت سرت بود و من همیشه نگاهت می کردم. حتی گاهی آرزو می کردم که بارون بباره تا بار دیگر نگاه خیره تو را به بارون تماشا کنم. بیرجیک به مغازه می رود اما ملیسا آنجا نیست و به دنبال آلپر و ملیسا به مدرسه می رود. بیرجیک انگار متوجه علاقه ملیسا به آلپر شده است و او را برای خود یک زنگ خطر می داند.